دیروز بنده رفتم کتابخانه، دارم این کتاب مقالطات رو که می‌نویسم، امیدوارم بتوانم تمام کنم. حالا قطع نظر از متون قدیم و اینها که ما در متن کتاب وارد می‌کنیم، مقالطاتش رو به شما نشان می‌دهیم. خدمت عرض کنم که دو شخصیت هستن در عصر جدید نقش داشتن، اینها رو بنده وارد متن کتاب کردم، مقالطاتشون رو، آثار مهمشون رو آوردم مقالطاتشون. این دوتن، یکی علی شریعتی است، یکی جلال آل احمد. باز زندگی جلال در یک دوره مفید بوده. جلال آل احمد مرد شریفی بود، مرد شجاعی بود. اندیشه هاش اما متاسفانه بعد از سرخوردگی ها از فعالیت های سیاسیش بسیار ارتجاعی شد و به مغالطه افتاد این مرد. به خصوص این کتاب قرض زدگیش یک سر مغلطه است، واقعا از افتادتان دار چیزی در بر نداره. ما این کتاب قرض زدگی رو هم تحلیل کردیم، گذاشتیم در متن کتاب. ابتدا متن اصلی نویسنده اصلی رو میآوریم، مغالطاتش رو معرفی میکنیم، نمونه های از نهج البلاغه و کتاب های دینی و اینا همه هست در اونجا. وقت اون رسیده که ما بررسی کنیم این توبره رو. عرض کردم در این کول پشتی ما، در این توبره ما، نسل بعد از نسل بسیار چیزها یاد میشه. اساساً انقلاب به معنی حقیقیش یعنی باز کردن این توبره و به میان به دور انداختن موش مرده ها و عرض میکنم که این مارمولک مرده ها و هر شبه که این مواد مضر و متعفن و ثبات کردن این توبره و یک راه جدید. وقت اون رسید ما این توبره رو زمین بگذاریم و نگاه کنیم، شماره کنیم، نقد کنیم، تحلیل کنیم تا کی نسل بعد از نسل همون دروغ ها رو در این توبره های ما میگذارند و توبره ما رو سنگین تر میکنند. این که ما نتوانستیم در مسابقه با کشورهای دیگر در عصر جدید پیشی بگیریم، سنگین بودن توبره سنت بوده. هموطنان، این زنجیرهای زنگ زده کهن بر دست و پای ما، زنجیر سنت، زنجیر دین، رو باید پاره کنیم، بریزیم دور. جهان در حال پیشرفته، وضعیت ما در 30 سال آینده وحشتناک خواهد بود. اروپا رو فراموش بفرمایید، اساسا اروپا و آمریکا و اینا یه آدمای دیگه هستن با یک سوابق دیگه. من هر وقت اینا رو با ما مقایسه میکنن تعجب میکنم از این جهالت، چه رفتی داره آقا. اما خودمون رو با خودمون مقایسه کنیم، آقا ما آسیایی هستیم، مقایسه کنیم آقا این ژاپن در شرق دور، چین، هندوستان، تایوان، کره، اینها، ببینیم آقا چه کردن اینها. 30 سال دیگه چین کجا خواهد بود؟ کره کجا خواهد بود؟ تایوان کجا خواهد بود؟ ما کجا خواهیم بود؟ برنامه ما برای آینده چیست؟ ما چه میکنیم؟ همه انرژی این مردم، عرض میکنم، در این قرنهای گذشته صرف رویارویی ذهنی با این قضیه دین و سنت شده، یا رویارویی مردم با حکومت، رویارویی حکومت با مردم. یعنی این دو حکومت ها، اسمشان دولت نیست، این حکومت ها از بام تا شام نقشه کشتن و گرفتن و زدن و کنترل این مردم رو میکشیدن. این مردم بیچاره هم مترسته بودن که کی این فلان فلان شده ها میره و یه فلان فلان شده دیگر میآید. به همین دلیل هم هیچ پیشرفتی نکردیم ما، و این توبره سنگین سنت و این زنجیرهای زنگ زده که پای ما رو زخم کرده، سنت و دین. این عرض بنده این نیست حالا بیدین بشوید، بیدینی چیز خوبی است. معمولا هموطنان ما برداشته غلط میکنن، تحمل شنیدن و تحلیل رو ندارن. به من چیز آقا این آقا بیدینه، نه آقا من از شما 1000 بار دین دارتر هستم. اما باید دین رو ما معنی کنیم. به چه معنی آقا؟ مقصود معنویت هست، مقصود انسان دوستی است، مقصود عرض میکنم زیاد نرساندن به دیگران است، مقصود کم کردن رنج اینان است. خداوند که احتیاج به دلا و راستونن بنده و جناب عالی نداره. این که عرض کردن نجوم رو نگاه کنه، کتاب های نجومی، به جهت این که اون موقع ما حقارت خود رو میفهمیم، حقارت این کره زمین و این تشکیلات شمسی رو میبینیم در مقابل کهکشان ها. مثلا ما کی هستیم که حالا خدای سازنده بخواد به ما توجه داشته باشه؟ یک ذره خیلی مثل قبار تا حالا زندگی دنیوی و سعادت این جامعه رو بخوایم فدای اسقر رو تقریب کنیم و نمیدونم خدا چی گفت و فلانی حرفا. اگر توانستیم از این پدیده که دین هست در راه گسترش معنویت و انسانیت خود استفاده کنیم، اون موقع بردیم، اون موقع خداشناس هستیم.
اما این خدا رو وسیله کردیم که شکم اینو پاره کنیم و یه بمبی اونجا بذاریم و نمیدونم اون گروه ها رو بدبخت بکنیم و ما بهتر از شما هستیم و فلانی حرفا، این مایه بدبختی و نکبت عرض میکنم دائم خواهد بود در این جوام. این گفته من سنی هم، اون گفته من شیعه هستم، ببینید چه جنایاتی در حق هم میکنن. یعنی انسانیت اونجا ساقط شده واقعا. یه کسی که بمب رو میذاره در این کامیون و اون کسی که میره این رو بین شیعیان مثلا منفجر بکنه، اصلا براش اهمیت نداره. زن بیچاره، آبستن، بچه، کودک، پیرمرد، پیرزن، بیمار، مریض، هیچ فرقی نمیکنه. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمورتنم. این مزخرفی هم که مولانا بین ما رایج کرده، این رسوبات و این سمات آخوندی در ذهنش بوده. وقتی که تیغ از پی حق میزنم یعنی چی؟ خب هر سفیه و جنایتکاری مدعی میشود که تیغ از پی حق میزنم. قاضی کیست؟ چه کسی میتواند مدعی بشود که چه کسی برای حق دارد تیغ میزنند؟ کسی نبود در گوشه مولانا بگه آقا شما چه ما هم محملی داری میبافی اینجا؟ اینو که قصد حق میزنن. آقا جان سنی میگه من بر حقم، این رافضی ها در کار دین اخلال کردن، ابداع کردن، دین محمدی رو خراب کردن. این شیعیان هم میگوید این سنی ها حق علی رو خوردن، نمیدونم چی امام فلانی حرفا، مزخرفاتی که میزنن. هم دیگر میکشن، آدم ها رو دارن میکشن هم بطر. یعنی این ایدئولوژی عرض میکنم و تعصبات همه رشته های مشترک رو پاره میکنه، آدم رو تبدیل میکنه یک جانور خوناشو، برادر میکنه سر برادرشو ببره. تیغ از پی حق میزنه. مگر معاویه تیغ از پی حق نمیزد؟ پیروان معاویه خودشون رو به کشتن میدادن، بسیار بودن، 60,000 نفر از پی حق. طرفداران علی هم تیغ از پی حق میزن. حالا بیا درستش، اون محمود غزنوی که بزرگترین سارق سرگردانه بوده در تاریخ، این آقا تیغ از پی حق میزده، میرفته هر شبت که غارت میکرده، سرقت مقدس همون غنیمت باشد، معابد این هندوهای بیچاره رو تخریب میکرده، آدم ها رو میکشته، هده رو اسیر میابرده میفروخته، تیغ از پی حق میزده. سلطان قاضی تیمور لنگ که اساسا حافظ القرآن هم بوده، حکم اجتهاد هم از آخوندها داشته، تیغ از پی حق میزده. در اصفهان 70,000 اصفهانی رو سر برید، چند مناره ساخت اونجا، از سرهای مناره سه کلهی، مناره دو کلهی، تیغ از پی حق میزد. کی ما بدین وجه بودیم؟ کجا ایرانی تیغ از پی حق میزده؟ بدین وجه نبوده. آقا ایرانی ها مردمانی بودن هنری، رقیق القلب، دقیق الفکر، آزاده. یزدان که این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. باری عرض میکردن که این علی شریعتی هر سبت که این مرد مرتجع، عرض کنم که کم سواد، عوام فریب. حالا بنده نمیدونم پس ذهن این مرد چه میگذشت و چه میخواست اینها، اما ما فقط حوزه گداخانه اون منطقه مشهد هست که میتواند همچه آدمی رو تربیت کنه. همچه آدمی عرض کردم هرگز از تبریز بیرون نمیاد، از بختیاری محال همچه کسی بیرون بیاد، از کردستان محال همچین، باید فقط از گداخانه باشه. با احترام به مردم خراسان، من عاشق خراسانم، منظورم این دوربر حرم ها، فراموش نکنیم، چون خاک مقدس خراسان تنها جاییست برای من مقدس، عرض کردم توس اشتباه نشه. اما فقط محیط مذهب زده یه رافضیست که یه همچین کسی میاد بیرون. یعنی اساسا اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که این پدیده که آخوند و شیخ و ملا و اینها میتواند سرنوشت سیاسی کشور رو به دست بگیرد، مشروعیتش در ایران از بین رفته بود و هرگز هم مشروعیتی نداشت از قدیم. شما ما یه تاریخی داریم بالاخره، شما نگاه کنید در کجای این تاریخ ایرانی خواستار حکومت آخوند بوده؟ هرگز. وقتی هم که موضوع مدرنیته پیش آمد و موضوع مشروطه، بزرگترین مجتهد عصر آمد جلوی قضیه ایستاد، مردم ایران دارش کشیدن و کف زدن و هورا کشیدن. دو چیز سبب این قضیه شد، یکی عملکرد رژیم گذشته که همه ارزش‌های نیک سیاسی مملکت رو برانداخت، هیچ امکانی باقی نگذاشتن، یک روزنامه باقی نگذاشتن، یک رجال سیاسی باقی نگذاشتن، یک گروه سیاسی باقی نگذاشتن، همه رو گرفتن و زندان کردن و فراری دادن و فلان منشأ شد. یه نه
این حقیقت حال هموطن تصور نکنید حالا بنده گفت چه دشمنی من دادم با اون مردی که اصلا نمیشناختم و ندیدم و اینا. موضوع تردید شخصی نیست، یکی این تدیده بوده، یکی هم آدمایی مثل این. حالا چرا آدمایی مثل این به وجود می اومدن؟ چون شاید آدمی مثل این آدم، این آدم مرتجع عقب مونده بوده، این آقا عقب مونده، این علی شریعتی مرد عقب افتاده بوده. به آل احمد چرا به وجود میان؟ باز عرض میکنم سرچشمه تولید این آدم ها و این اندیشه همون سیستم و همون رژیم ها هستن، چون امکان دیگری نیست. پناه آورند زیر پرچم اسلام ناب محمدی. حالا که نیروهای ملی شکست خوردن، حالا که همه احزاب سیاسی تعطیل شدن، حالا که نیروی چپ رو کشتن و اعدام کردن و تعطیل کردن، حالا که هیچ سرجنبانی نماند، اقلا بچسبیم به اسلام. این آقا آمد و عرض میکنن در حوزه دانشگاه ها و ذهن جوان ها و آدم های نادان، معمولا نادان، عرض کردم من یک بچه خواهری داشتم خدا رحمتش کنه، آقا مسیح ریشی داشت و خلاصه کنی مذهبی بود. این بار مطلب باری هم گفت یه روز من گفت آقا تو چیه نشستی این کتاب ها رو میخونی و اینا و داریم شاهنامه زیر بغلت اینا، بیا بریم بریم پای صحبت های آقا شریعتی یعنی حسینی ارشاد. گفتن این چی میگه این؟ گفت چه بحثایی میکنه اصلا باورت نمیشه. گفتم عزیزم من یکی دوتا کتابی آقا رو میخونم، من 18 سال اون بیشتر نبود، اگر چیزی پسندیدم میام کتاباشو براشیم، از اول تا آخر مغلطه است. همون زمان گفتم آقایی به درد من نمیخوره، شما تشریف ببرید. مرید پیدا کرده بود، هنوزم مرید داره. این باری این کتاب های آقا رو بخشای مهمش و نظرش راجع به امامت، نظرش راجع به مابعد و طبیعه و علی و غیره و زالت و اینا رو ما میاریم تحلیل میکنیم، وارد این کتاب مغلطی کردیم، از خودش نمونه میاریم، بعد مغالطات، نمونه مغالطات. هر شبت که خواستم یک مطلبی حالا بر میگردیم سر این علی شریعتی، یه بخشش رو باز میکنم خدمتتون میخونم ببینید که چه خبره از مغلطه. ما مصرف کننده مغلطه نباستی باشیم هموطنا. گرفتاری ما این بوده است که چون بلندگو یعنی موضع چگونه عرض کنم سخن گفتن و دستور دادن و صدور امریه یک جای بلندی بوده، یک مقام بلندی بوده و اون کسی که حرف می‌زده ضمانت اجرایی مغالطاتش چماق بوده، ما گمان میکنیم هر کس رفت پشت بلنگو و صحبت که یه لقبی خودش برست این هم حرفاش درست حسابیه، هم خودش آدم حسابیه. نه آقا اینجور نیست. تحلیل کنیم، ایراد بگیریم، بحث بکنیم، نپذیریم هر کسی رفت هر پشت بلنگو هر یه محملی رو گفت. خب اجازه فرمایید که بنده یک قطعه از این آقای علی شریعتی بخوانم. گویانش علی شهید علی شریعتی، والله این بعد رفت لندن خودش مرد، این با ساواک همکاری میکرد. قربونتون برم چه شهیدی؟ کدوم شهید که اینی شهید کرد؟ گفتگوهاش با ساواک هست، این مرد با ساواک همکاری میکرد، میگه آقا این آخوندهای سنتی شما رو فلان میکنن، بذاری من جوونا رو چیز مدرن بیارم براشون فلان، غافل از گردش روزگار که این آقا از زیر داره ریشه رو میزنه. خب البته بنده نمیتونم بگم آقای علی شریعتی مرد شریفی نبود، بنده نمیتونم بگم مرد بزرگواری نبود، بنده نمیتونم بگم که این مرد فساد داشت، نه هرگز اینجوری نیست. اما اون چه این مرد گفته است مغالطات، ما اصلا به شخصیتش کار نداریم، به اون چه میگوید کار داریم هموطنان، نه کی گفته است و فلانی حرفا، اونم مغلط است. ما سخنانش در دست داریم. من میخوام که شما عرض کنم که در زمانی که بنده در پستوی منزلم نشستم یا در اتاق خودم نشستم حرف میزنم به خودم مربوطم، شعرم گفتم، ولی وقتی چاپ کردم در اختیار جامعه گذاشتم یا سخنرانی کردم، این دیگه در اختیار جامعه است که راجبش صحبت کنم. خب در باب علی اینجا صحبت کرد. نوشته بودم اگر دانشجوی بخواهد درباره بتهوون که یک موسیقیدان آلمانی است و در خود اروپا همه سبک موسیقی او را نمیپسندند مطالعه کند و بدین منظور از من راهنمایی بخواهد، با وجودی که آشنایی با او برای مرد ما چند لزومی ندارد و آثارش را کمتر میپسندند و میفهمند احساس میکنند، محض حداقل 3 کتاب مستقل بسیار عمیق درست زیبا و محققانه و بیش از 100 مقاله و کنفرانس و بحث و مصاحبه علمی و خواندنی وجود دارد. اما درباره علی یک کتاب که بتوان ادعا کرد این بزرگمرد را لااقل برای دانش آموزان طبقه کتابخوان و روشنفکر به خوبی شناسد یافت نمیشود. چه مغلطه ایست.
مغلطه قیاس معالفارق. مرد حسابی، آخه بیتهوون چه ربطی به علی داره؟ بیتهوون با علی؟ یه قولی بوده در هنر پدر جان، این معنویت انسان رو تا زیر ریش و پشم خدا برده با موزیکش. سرم نمی برید بیتهوون. این چه مقایسه ایست که در مورد بیتهوون کتاب هست در مورد علی نیست؟ کم علی علی کردن، نه بام 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 تاشم که علی علی میکنن که این مردم، که این خداشون شده علی پسر ابوطالب، خدا رو فراموش کردن، اصلا از خدا خبری نیست. جو علی.